شما با آقا بهروز کار دارین؟ سلام، مگه نمیبینی اومدم پایین؟ آقا غلام داغون شدیم، از این بوی سوختگی داغون شدیم. آقا این خیالشون هم نیست، هرچی در میزنم در باز نمیکنن. شاید خوابن. چی میگی تو مرد حسابی؟ همینجوری الکی یه چیزی میپرونی؟ غذاشون مرتب داره روی گاز کربن پس میده، اون وقت تو میگی خوابن؟ میگم دیگه چاره نیست که امشب هم باید تحمل کنیم. برای من نمیدونم این مادر بهروز کی میخواد غذا پختن یاد بگیری. سلام خشایار. خب آقا بهروز رو بکشونید بیرون تا با چند تا اردنگی بندازیمش بیرون. آقا بهروز چه گناهی کرده بابا جون؟ نه دیگه آقا بهروز، اگه به مامانشون بگن اینجوری نمیشه. خب حالا چیکار کنیم آقا غلام؟ چیکار کنیم چیه پسر؟ برو بهروز رو بندازیش بیرون، یه حرف حسابون رو بهش بزنیم آقا. خودم چی شون برم؟ چی داره میگی؟ نیم ساعت دارم در میزنم، نیستن. نیستن مگه چری هرته؟ آخش رو زندگی خودشونه، شاید دلشون بخواد برم بیرون. بی خود کردن اصلا برم بیرون به جهنم. لاغا اون غذا رو رو گاز بردارن بریم قفه بیشیم. آقا اینه بنداز کنار، حالم داره با هم میخونه که بدتره. آقا شاید اینا رفتن به خریدی مریدی نیستن دیگه. یعنی کجا؟ نکنه مرده باشن. بابا این حرفا چی آقا؟ آقا خلاص باید یه جوری در رو باز کنیم، نجاتشون بدیم دیگه. میگم نکنه خفی شده باشن. بابا آقا غلام این حرفا چیه؟ آقا در یه جوری باز کنیم، نجاتشون بدیم دیگه. چجوری باز کنیم؟ خب مامان بعدش چی شد؟ هیچی دیگه، من مونده بودم با خالت و دایی عزیزت، ولی حسابی ترسیده بودیم هر ستامون. اما مگه این دایی عزیزت به روش می آورد که ترسیده؟ از اون ورم مونده بودیم تو تاریکی چون نفتمون تموم شده بود. اه خب لامپ روشن میکردین؟ بهروز جان اون موقع که برق نبود. آها راست. حالا گوش کن بقیه شو. این دو سه ساعتی که ما بودیم باور کن از صدای نفسهای همدیگه هم میترسیدیم، تا اینکه عمو پرویزت اومد. اون که اومد ترسمون ریخت. خب پس مامان من چیکار میکردم؟ منم ترسیده بودم. ای بهروز مگه تو اون موقع بودی؟ تو اصلا به دنیا نیومده بودی. بهناز چی؟ بهناز نمیترسید؟ وا تو نبودی اون وقت بهناز بود. خب من گفتم شاید بهناز رو بیشتر از من دوست داری اون موقع بوده. بهروز بی خود حرف نزن، میدونی که تو عمر منی، جون منی. حالا بس بگو. من نوکرتم ماما. ببین درست شد؟ تموم شد؟ یه لحظه باش سنم. سیمش یه جا گیره ماما، سیمش از تو کولره. اه مامان چیه؟ بوی سوختگی میاد. بفرما از تو کولر بوی سوختگی. بفرما کولرمون سوخت مامان. بی خودی نگو. چی رو کولر سوخت؟ مگه ما تو زمستونی کولر باز کردیم که بسوزه؟ بیا مامان الان. بله بو از تسمشه مامان. حساب کن الان کولرمون سوخت، دیگه تابستون باید از گرما بمیریم. اه آنتن از این ور، کولر از این ور، همینجوری داره وسایلمون میسوزه. هیچی نگو ببینم. بله قضام تا گرفته بهروز، من رفتم. نه بابا تسمه کولره. مامان بگو سوخت دیگه غذام. اه بابا تو هم ما رو کشتی به جای که بیم آنتن درست کنیم، بیم غذا رو به اومدیم بالا داری برای من قاطره میگی. من میخوام نجاتشون بدم. بابا برو بالا ببینم. آه خشایار اینجوری که در میشکنه. اعتبارا از وجود خفه شدن. راست میگه، اعتبارا یکی از دوستای منم تو استخ همجوری خفه شد. تا میخواد حرف میزنی چه ربطی داره؟ خودت برو عزیزم این کلنگمو بیار. بابا آقا بهروز که کاری نکرده شر درست کنی، کلنگ میخواد چیکار؟ آره میخوام درو بشکونی بریم تو. مرد حسابی به تو چه ربطی داره؟ خودشون باید یه فکری بکنن. داره میشکنی باید خسارت درم بدیم. راست میگه، اینم هست. الان بشکنی آقا بروز بیاد کلی مکافاته. حالا خودشون باید یه فکری داشته باشن که بو خبر اومد. بیا اینجا باش دادیم. خودم فهمیدم قضام تا گرفته. الان نیم ساعتی که تا گرفتم گذشته. شما که نمیخواییم بخوریم، من میخوام بخورم. واسه چی اظهار نظر میکنین داداش؟ تو کوفت بخوری. بوی غذای سوخته تمام سیستم بویایی منو به هم ریخته. حالا خیلی فوق تخصصی صحبت میکنی آقا خشایار. آقا بهروز ولی یه دونه اینا بگیرین، خیلی خوش بود. شما که همش غذاتون میسوزه. آقا نزن دیگه، من خفه کردی با اون اتکلونه. اتکلون نیست که گیر میگیری. نزن.
آقا بهروز، بالاخره باید یه فکری واسه این قضیه بکنی داداش، ما نمیدونیم دیگه. آقا چهاردیواری اختیاری، اصلا مادر من دوست داره غذاش بسوزه، دستش هم درد نکنه. دیگه آقا همون غذای سوختن یه بریم پول هست بابا. آقا بهروز ببخشید، یه چیزی به بابات بگو. من چشم نوکرتم اصلا، جمعی هم با اجازه. بله آقا بهروز، ما گفتیم، ما گفتیم یه تکی برای این کار بکنی. آقا جون اصلا من عاشق غذا سوختم. چیه؟ بره بابا تو. ها اصلا ما رو خورد کرد اینو. بهروز جان مادم قضام تر گرفته، اینو بذارم تو راپلا سرچ. آقای خوشخواب هر جا پیدا میکنه میگیره میخوابه فقط. اه 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 دست این پروفسور.